زمانی که یک نوجوان وارد روابط عاطفی و یا روابط جنسی پرخطر میشه، به ویژه زمانی که این روابط در راستای فردیه که از خودش بزرگتره، یعنی یک نوجوان زیر 18 سال وارد رابطه با یک فرد بالای 18 سال میشه، ما عموماً 3 عامل رو میتونیم در این جور موارد بررسی بکنیم و شما اگر نوجوانتون در این شرایط هست باید ببینید کدومی که از این عوامل درش وجود داره که با حل اون عامل بتونید کمک بکنید که این آسیب کمتر بشه و متوقف بشه. عامل اول، حضور اختلالات روانشناختی، یعنی از اضطراب و افسردگی گرفته تا یک اختلال شخصیت تا بیش فعالی و عدم تمرکز میتونه باعث بشه که یک نوجوان در تصمیم گیری دچار مشکل بشه و وارد روابط پرخطر بشه. پس در گام اول باید حتما از یک متخصص کمک بگیرید که ببینه آیا در نوجوان شما این مسائل وجود داره یا نه، و با حل کردن این مسائل سعی بکنید در واقع کمک بکنید بهش که از این مرحله رد بشه. عامل دوم، کنجکاوی و میل تجربه کردن، یعنی در بسیاری موارد نوجوانان چون با عواطف و نیازهای جدیدی در خودشون آشنا میشن، از لذت جنسی بگیر تا احساسات و عواطفی که در اون سن درشون شکل میگیره و جدید هست، عموما میل و علاقه دارن که خودشون رو و این نیازها و این احساسها رو کشف بکنن. در نتیجه در راستای کشف و تجربه کردن این احساسات، نیازها و این عواطف و عوامل جنسی میتونن گرایش پیدا بکنن به افرادی که از خودشون بزرگتر هست، چون در ناخودآگاهشون تصور میکنن که این فرد به واسطه بزرگتر بودن دارای تجربه و آگاهی بیشتری از من هست. پس در نتیجه در ارتباط میتونه اون کاستی ها و عدم آگاهی که من نسبت به مسائل جنسی دارم، بلد نیستم چجوری رابطه جنسی برقرار بکنم، بلد نیستم عواطفم رو چجوری نشون بدم، نمیتونم عاطفه و اون مهر و علاقه ای که درونم هست رو به صورت درست ابراز بکنم، پس این فرد میتونه راهنمای من باشه و من میتونم با داشتن رابطه با یک فرد بزرگتر از خودم با تجاربی که اون داره و من ندارم سهیم بشم. در نتیجه اینجا عاملیه که ما هم در تحقیقات هم در جامعه شما هم حتما میبینید که این نقطه‌ایه که بسیاری از نوجوانان میتونن ازش در واقع آسیب ببینن. شما خودتون اگر به دوران نوجوانی خودتون رجوع بکنید میبینید در اون دوران بزرگترهایی که از مسائل جنسی با شما صحبت میکردن یا سعی میکردن عواطفی مثل محبت، عشق، داشتن رابطه با یک فردی که مخالف جنس شما هست رو در شما تقویت بکنن، در رابطه با این موضوعات با شما صحبت بکنن، به تبع برای شما جذابتر بودن و به واسطه همینه که میتونن به راحتی از شما سوء استفاده بکنن. اگر شما به خاطرات خودتون رجوع بکنید میبینید که در اون سن این عدم آگاهی باعث میشده که شما به صورت ناخودآگاه به کسانی که در این زمینه ها آگاهی بیشتری دارن جذب بشید و در نتیجه نوجوانان میتونن از این زاویه آسیب ببینن. پس اگر نوجوان شما به واسطه یه عدم آگاهی لازم وارد رابطه با بزرگتر از خودش میشه یا وارد روابطی میشه که بخواد خودش رو کشف کنه و تجربه بکنه، در اینجا به واسطه نداشتن اطلاعات و به واسطه نبودن اون آموزش جنسی که باید در فرایند رشد در سنین کودکی و نوجوانی از جانب خانواده و در واقع مدرسه و محیط‌های آموزشی بهش داده می شده و داده نشده، فرد جذب کسانی میشه که اونا دارن در این رابطه در واقع آموزش میدن و نقش معلم یا نقش والد رو در بر عهده گرفتن که از این راه بتونن یک سوء استفاده ای رو بکنن و عموما هم این افراد سعی میکنن با ایجاد فانتزی ها میل و علاقه ایجاد رابطه با خودشون رو در نوجوانان بالا ببرن با اطلاعات غلط دادن. پس نتیجه اگر شما در سابقه خانوادهتون میبینید که میدونید که من آموزش جنسی به نوجوانم ندادم، به هیچ وجه در این مسائل باش صحبت نکردم و این مطالب رو برای شرح ندادم، پس میتونه این عامل باشه و در اینجا شما با آموزش دادن صحیح، با افزایش اطلاعات جنسی نوجوانتون میتونید باعث بشید که اون از روابط پرخطر جلوگیری بکنه.
پس در مجموع در گام اول شما باید ببینید که آیا اختلالات روانشناختی درش وجود داره یا نه. اگر در بستری ژنتیکی خودتون در خانواده این اختلالات وجود داشته در نسل‌های قبلیتون، حساس‌تر باید باشید. اگر در گام دوم باید بررسی بکنید که آیا آموزش‌های جنسی لازم به این نوجوان داده شده یا نه، و اگر می‌دونید که من این آموزش‌ها رو ندادم یا در کشوری زندگی می‌کنم که در مبنای آموزشش این آموزش‌ها در مدرسه جایگاهی نداره، پس من باید بدونم که احتمالاً به واسطه تجربه کردن یا به واسطه کشف بدن خودش و نیازها و عواطف خودش مورد سوء استفاده داره قرار می‌گیره. پس اینجا باید آموزش‌های جنسی رو بهش بدم. و در مسئله سوم، حضور یک عامل و یک استراب یا یک تنشی است در زمان حال که از داشتن رابطه با یک فرد دیگه، به ویژه رابطه جنسی یا به ویژه داشتن رابطه با یک فرد بزرگتر، به عنوان یک مکانیزم برای این عامل کنونی نوجوان داره استفاده میکنه. پس مسئله سوم و گام سوم میشه بررسی محیط نوجوان. یعنی در بعضی از موارد به واسطه اینکه نوجوان در یک محیطی قرار داره که این محیط آسیبی رو داره بهش وارد میکنه، نوجوان برای فرار از این آسیب وارد یک ارتباط در واقع آسیبزاتر میشه و به ویژه وارد رابطه‌ای میشه که فرد ازش بزرگتر باشه، چون فکر میکنه که این فرد میتونه ازش حمایت کنه. حالا این آسیب میتونه مورد خشونت و تجاوزهای جسمی و جنسی و فکری واقع شدن در محیط مدرسه باشه، میتونه مورد بیمهری و بیتوجهی و تجاوزهای روحی و فیزیکی واقع شدن در خونه باشه، میتونه آسیب به واسطه مصرف مواد مخدر باشه، میتونه یک تنش از قبیل مثلا پدیده بولینگ یا مورد سوء استفاده و قلدری قرار گرفتن در محله و اجتماع و مدرسه باشه، تا مسائل دیگه. یعنی در واقع دلیل سومی که نوجوان میتونه وارد روابط اینچنینی بشه، حفظ و پناه بردن، حفظ خیشتن و پناه بردن به یک فرد قوی تره، در نتیجه وارد یک رابطه اینچنینی میشه. پس شما در گام سوم باید محیط نوجوانتون رو بررسی بکنید که ببینید آیا این مسائل درش وجود داره یا نه. در نتیجه با بررسی این سه تا گام شما میتونید به نوجوانتون کمک بکنید و در نتیجه در جریان هم باید باشید که اینها مسائل جدی هستن و جا داره که شما حتما هزینه روانی و مادی بکنید و از یک متخصص کمک بگیرید.